لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شو بايك از دوستاش نشد من دوست ما اولی رفیقش شیعه من بود، عرض کنم اسمش مهدی رضایی بود. هیچ وقت جلوی من هیچ وقت یک بار لعن نکرد، که اگر لعن میکرد هیچ وقت من شیعه نمیشدم. یک بار جلوی من فش نداد به صحابه، که اگر فش میداد هیچ وقت من شیعه نمیشدم. هیچ وقت همیشه میگفتم، بهش میگفتم مهدی تو خیلی پسر خوبی هستی ولی خونت حلاله، اینا تفکر وهابیته، هفت تا شیعه بکش میری بهشت. گفتم بهش، گفتم یا تو وهابی بشو یا من شیعه میشم. تو دلم گفتم من که شیعه نمیشم، کلا سرت میذارم، میخوام کلا سرت میذارم که تو وهابی بشی. به سفر از انسته پچه تا کتاب بهش من دادم و این بند اقدا هیچ تأثیر روش نذاشت. بهش گفتم، گفتم تو از من چی میخوای؟ گفت فقط میخوام یک مجلس عرض کنه امام حسین بیای. میگفت خدایا توبه، خدایا توبه کن، ولی توی مجلس کفر یک سید بزرگواری من برگفت. گفت کدوم از شما حاضر هستید به خاطر کی هم جونتون رو بدید، هم زن و بچه عمه یا خاله ناموستون اسارتی میکشن که از هزار تا مرگ خیلی بدتره. هر چی فکر کردم دیدم که من حاضرم به خاطر خلفا تو شیعه خدا مفجر بکنم، ولی حاضر نیستم مادرم یک سیلی بخوره. پس واقعا عرض امام حسین کی بود که حاضر بود اینها براش همه کار بکنن؟ چی دیدن از شخصت امام حسین باعثش واقعا دلم سرد بشه؟ ولی حاضر بودم شیطان پرست بشم، حاضر نبودم شیعه بشم. همه ادیان، همه مکاتب، همه افکار، حتی افکار پوشگرا رو خوندم، حاضر بودم یکی از اونها رو قبول کنم، ولی حاضر نبودم شیعه رو قبول کنم. رفتم خون دفتر یکی از مراجع و گفتم بهش، گفتم ما چند تا سوال داریم، 10 تا سوال داشتم. گفتم اون چیه که همه میبینن خدا نمیبینه؟ من تو وهابی هر وقت این سوال رو میکردم میگفتم کفره. 10 تا سوال داشتم جواب تو خیلی خوبه، قرآن میگه از کسی پیروی کن که عالم تری. خیلی به اصطلاح خوبه که شما اینطوری بسه. حالا شما به من معرفی کن کتاب های خودت. گفت تعصب داری؟ گفتم آره من تعصب دارم. یه کتاب المراجعات به من معرفی کرد، کتاب عرض کن الغدیر، کتاب شبهای پیشامه. بیشترین تأثیری که رو من گذاشت کتاب المراجعات بود، خیلی تأثیر رو من گذاشت. میدونستم حق با امیرالمؤمنینه وقتی کتاب المراجعات خوندم، ولی قبول کردنش سخت. 6 ماه گذشت، آخر قبول کردم حق با امیرالمومنین. یه کتابی رو نوشته، کتاب کوچیکی، آیا شیعه حق است؟ یک علامت سوال بجی به چند تا شبه دادیم به دوستان از صمیمی خودمون و اینها، و قسمشون هم ارتون دادیم که به هیچ کس ندن. اونها هم لطف کردن همش رو داده بودن به پدرم. پدرم کتاب رو در آورد و گفت سلمان این کتاب رو دیدی؟ گفتم آره. گفت که از شیعه شدی؟ گفت اگه خدا قبول کنه. دیگه به چشمش گفت نه گولت زدن. گفتم من بیش از 500 نفر تا 1000 نفر از افرادی که سنی بودن رو وهابی کردم، تو به من میگی گولت زدن؟ نشستیم با هم دیگه مناظره کردن، هرچی قرآن بگی قبول داری قبول داری، بسم الله. نشستیم مناظره کردن، نشستیم مناظره کردن، اونها این بند خدا کم آورد، کم آورد زیر سیگار جلوش بود، پرتاد برای ما. در عرض 6 ماه با 18 نفر از بزرگان وهابیت مناظره کردیم. یکی میگفت شیعه رو عرض کنه خدمتش انگلیس درست کرده، یکی میگفت تو از انگلیس فرستاده، انگلیس هم کجا بود. گذشت اونها و ما دیگه خسته شدیم. بس پدرم گفت بگو سلمان از ماشین زیر پا چیه؟ گفتم زانتیا. گفت بفروش دی ماکسیما برات میخرم. من دیگه اسمی از شیعه شدن نگرم. گفتم اگه قرون مستاز که دین رو بخرم رو بفروشم؟ نه قبول نمی کنم. فشارها رو ما زیاد شد، ما تصمیم گرفتیم از اونجا بریم. با حساب اونو خالی کرده بودم، ماشینم رو برده بودن، همه چیز طلاهای خانما میگرفتم، کردم توی ساک و خواستم از اونجا برم. یه غروبی بود، بس خانما گفتم گفت تو سر کوچه باید بود. گفتم نه. گفت دیدم پدرم و دوستان پدر همه سر کوچه رو با چوب و چماق و چاقو وایسادن. گفتم به به، شما هم سر راه میگیرید مثل اجدادتون. آقا شد دعوا، یه چوبی زدن تو سر ما که من افتادم بیهوش شدم. الان یک لخته خون تو سرمه که هر لحظه بچسب، احتمال داره هر لحظه بمیرم. بقیهشو ندیدم و چیزی که ندیدم از خانومم براتون از تعریف میکنم. اونا چاقو آوردن گردن منو برید، دو سه بار زدن نبرید، دو سه بار زدن عرض که به دستم نبرید، آخرش یک چاقوی تیزتر آوردن مثلا رگ دستم رو کاملا بریدن. و خانومم میاد وسط که جدا بکنه، یه لگدی هم بهشون میزنن، همونجا بچه ست میشه.
من روزی 7 قرص اعصاب میخورم. و دکتر میگه اگر اون صحنه رو فراموش کنی که زنتو جلوت زدن، دیگه نیازی نیست قرص اعصاب بخوری. ولی ما که ندیدیم چی بود، ما که ندیدیم که زنم رو جلوت کنی اصلا زدن، روزی 7 قرص اعصاب میخوریم. اون کسی که دید باید چهایی داشته باشه، امیرالمؤمنینی که دید باید چهایی داشته باشه. زن ما که از فاطمه زهرا نبود، زن ما سنیاتی بود، ولی امیرالمؤمنین دید و صدا نکرد. خیلی حرفه.